یکی از چیزهایی که ما توی کار زیاد ازش استفاده میکنیم ترانزیشن ها هستن احتمالا شما بارها این کار رو انجام دادید که اومدید اینجا مثلا یه ترانزیشنی مثل کراس رو دیزال رو روی یه همچین کاتی اضافه کردیم. به طور مثال ما اینجا تصویرمون ممکنه کاتمون زیاد خوب نباشه و بخوایم یه ترانزیشن به اینجا اضافه بکنیم همونطور که شما اینجا میبینید تا قبل از ورژن فاناکات هفت یعنی تا فاناکات 6 ما این کار انجام میدادیم ترانزیشن رو درگ روی کات و حالا هر کاتی که بود این ترانزیشن اونجا قرار میگرفت اما توی فاینال کات هفت یه امکان جدیدی اضافه شده که شما اگر به جای کات وسط کلیپ نگهداری دارید ترانزیشن رو به هر دو طرفش اضافه میشه خب حالا اینجا میتونیم با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد همونطور که میبینید کات خیلی راحتتر و تصویر خیلی نرمتر شد اما این یکی از قابلیت های هفت هفته قابلیت دیگه که در مورد ترانزیشن ها وجود داره اضافه شدن یه ترانزیشنی به اسم آلفا ترانزیشنه که توی زیرگروه وایب قرار داره شما احتمالا قبلا دیدید که مثلا توی لیگ برتر انگلستان یا حالا جاهای دیگه وقتی دو تا تصویر میخوان به هم کات بشن یا تبدیل بشن با یه همچین اتفاقی انجام میشن یعنی یه تصویر میانه که مثلا توی لیگ فوتبال انگلستان آرم خود لیگ برتره میاد اون وسط و اون وایپ رو انجام میده آلفا ترانزیشن همین کار رو انجام میده خب حالا ما اینجا آلفا ترانزیشن رو اضافه میکنیم به این کاتمون و تصویر رو نگاه میکنیم خب اتفاقی که افتاد خیلی فاجعه آمیز بود هیچ تصویری من نمیبینم و فقط یه سیاهی این وسطه این اتفاق به چه دردی میخوره واقعیت اینه که آلفا ترانزیشن توی فانال کات تنها ترانزیشنیه که به یک سری تصویر نیاز داره یعنی به صورت پیش فرض شما آلفا ترانزیشن رو همین طوری میبینید مگر اینکه بیاید اینجا و همون طور که میدید روش دابل کلیک کنید این سه تا تصویر رو که نیاز داره بهش اضافه بکنید به طور مثال همونطور که الان شما دیدید میتونه یکی از تصاویر ما همین تصویر باشه که وایپ برای ما ایجاد میکنه اما این آلفا ترانزیشن هر کدوم از اینها چه چیزهایی هست و چی باید بهش اضافه بکنیم شما توی آلفا ترانزیشن یک تصویری دارید که تصویر اصلی تونه مثلا همین تصویر خب حالا من اینو اضافه میکنم اینجا میام سراغ مثلا اورنج وایپ دو و این رو اضافه میکنم به کلیپم یا در واقع همون تصویر اصلی که میخوایم دیده بشه خب حالا اگه بیام وایپم رو نگاه بکنم سیاه میشه این تصویر میاد و میره خب باز همین اتفاق هیچ فایده ای برای من نداره چون من نمیخوام تصویرم سیاه بشه و اینو ببینم چجوری میشه کاری کرد که این سیاهی ها از بین بره و فقط ما این پرتقال وسط رو ببینیم برای این کار شما به یه آلفا مت یا همون کلیپ آلفایی نیاز دارید که از همین تصویر قاعدتا باید ساخته باشید حالا توی افتر افکت توی موشن یا هر چیز هر برنامه دیگه که این کلیپ رو توش درست کردید قطعا آلفا چنل رو هم میتونید از همون بگیرید من خیلی وارد بحث آلفا نمیشم چون توی آموزش قبلیمون راجبش توضیح کافی داده شده ما حالا اینجا یک کلیپ دیگه داریم که دقیقا آلفا چنل همین کلیپه همونطور که شما میدونید سفیدی ها دیده میشن و سیاهی ها دیده نمیشن پس برای ایجاد این کار و برای انجامش مناسبه من میام توی فیلتر که البته خب روی همین هم میتونستم دابل کلیک بکنم و اورنج وایپ دور اضافه میکنم به محض اینکه این کار انجام میدم شما همونطور که دیدید تمام سیاهی ها از بین میره و این پرتغال وایپ رو انجام میده اما یک مشکل هنوز وجود داره و اونم اینه که ما وایپ نمیبینیم دقیقا لحظه ای که این پرتغال به این وسط میرسه یک کات انجام میشه تصویر اول به تصویر دوم تبدیل میشه خب ما میخوایم این اتفاق خیلی نرم باشه نه به این شکل کاری که میتونید انجام بدید اینی که شما باید یک تصویر سومی داشته باشید که سفیدی هاشت کلیپ اولا و سیاهی هاش کلیپ دوم ما اینجا یه چیز اینطوری این آماده کردیم که اگر شما اینجا ببینید در واقع این تصویره یعنی تصویر ما یه همچین شرایطی تبدیل میشه به تصویر دوم شما در مورد اینکه چرا این تصویرم حالا زیاد تمیز نیست و این خط ما خیلی دقیق نیست و اینا هم نمیخواد نگران باشی چون این زیر پرتقال شما حالا هر چیز دیگه که داشته باشید قرار میگه من اینجا میام و وایپ مات رو اضافه میکنم و حالا شما اگر نگاه بکنید این تصویر رو دقیقاً با اومدن و رفتن پرتغال من این اتفاق میفته یک بار دیگه اگه بتونیم ببینیم شما میدید که دیگه کات نمیشه و دقیقا وایپ میشه ما قبلا یه نمونه شبیه اینو تو فاناکات داشتیم به اسم گریدینت وایپ من حالا اگه این گریدینت وایپ رو حذف بکنم از اینجا و بیایم اینجا یه کات رو کاتمون یه گریدینت وایپ بدیم گریدینت وایپ از سیاهی و سفیدی یه عکسی که شما بهش میدید استفاده میکنه برای اینکه تصویر اول رو تبدیل به تصویر دوم بکنه به صورت پیش فرض هم خودش یه چیزی داره یعنی اینطوری نیست که مثل آلفا ترانزیشن هیچ چیزی نداشته باشه شما مثلا اینجا اگر اینو 50 درصد سافت بکنید یه همچین چیزی میبینید اما من میخوام مثلا با این ترتیب تصویرم تبدیل بشه به تصویر دوم سفیدی ها تصویر اولن و سیاهی ها تصویر دوم خب رفتم تو پنجره تریم حالا اگر شما اینجا ببینید کاملا مشخصه که gradient وایپ چطوری عمل میکنه این ساختار دقیقا همون کلیپ سومیه که ما اینجا بهش نیاز داریم پس برای آلفا ترانزیشن شما ترانزیشنی که درست میکنید وایپی که درست میکنید توی حالا همونطور که گفتم موشن افتر افکت یا هر برنامه دیگه ای باید یک کلیپ یا همون تصویر اصلی یک آلفا چنل برای اینکه بتونید تصویرتون رو فقط اون جاهایی رو ببینید که میخواید و یه مات نیاز دارید برای اینکه تصویر اولتون تبدیل بشه به تصویر دوم